جوان که حادثه پرشکوه عشق را می شناختند، با این حال برای یکدیگر ناآشنا و بیگانه بودند. چیه؟ چی شده؟ تو چرا اینجوری شدی؟ چرا اینطور بیچاره شدی؟ کی باعث شده؟ بشین سر جات. باسه دیگه عاطفه درونی برای تو مرده، تو رابطه ای با اونه نداری که نسبت به اونه اصرار عقیده کنی. با پرداختی نو، با یک بیان سینمایی مدرن، داستان سه زندگی و دو عشق بر روی پرده سینما سروده می شود. بیگانه بیا، هدیه ای از مولان روژ. من نه این ترس تو می خوام، نه این دوست داشتم تو. آدم همیشه تنهاست، حتی موقعی که یه بچه تو شکم خودش داره که بی خود داد نزن. راز عشقی شکوفان در آغوش یک بیگانه محبت های پدر را می جست و آغوش پدر برایش بیگانه بود. اون وقت خنده دار نیست که به من میگن شکارتی ها؟ بیگانه بیا، دارای هنرمایی بهروز وثوقی، فرخ ساجدی، مارینا متر، جلال. همچون یک توپ کوچک که پای ناشناس به آن چرخی میدهد و به دورش میافکند، زندگی این زن بود. تاگی را میجست در حالی که روشنایی های عشق بر قلبش میتابید. آدم وقتی یواش یواش عاشق بشه، عشقش انقدر بزرگ میشه که میتونه بگه اون پایتخت تمام عشقهای دنیاست. مثل حالا ای تو فرنگیز، بیا با من زندگی کن. منم خیلی تنها، با هم ازدواج بکنیم. بیگانه بیا، مفهومی جدید برای فیلم، فیلمی متفاوت، فیلمی عمیق، روایتی از عشق در سه قلب. در ابتدای فصل عشق آنان آوایی میخواندشان که بیگانه بیا و سپس تو دور از شما ها، همه با هم بگیم ایشالله. من میدونم اینم میدونه، خدای ما روزی رسونه. امروز به جمع که فردا دیره، به پا ماشین رازت نگیره، نگاه نکن هی خیره خیره، به پا ماشین رازت نگیره. شاگرد و استاد
بچه ها حرف هم تمومه، این دیگه جونه کلومه، اون که بیکاره کدومه. گر میخوای نونه حلالی، دل خوری از نونه خالی، کار بکن تا ختمش خالی. بچه یه جونه کلومه، اون که بیکاره کدومه. گر میخوای نونه حلالی، دل خوری از نونه خالی، کار بکن تا ختمش خالی. سر جهانم فدای تو ای شیکم عزیزم، دردت بخوره تو این چه دودم بر آخ مخم ترکید خدا. تو که مخ نداری پسر. من مخ ندارم؟ به من میگن حسن کله دار، یعنی نشخکش. خیلی خوب حسن کله دار، ببین چی میگم، تو وقتی اون ماشین رو تمیز نکردی حق نداری بری نهار بخوری، فهمیدی؟ نه خیلی نفهمیدم، مگه با شیکم گشتم میشه کار کرد بنده خدا؟ از قدیم و ندیم گفتن عقل سالم در شکم و بدن سالم. برو به طرف نهار. باش اصلا نهار چی آوردی ها؟ نهار خب معلومه خنگ خدا، غذای هر روزی، یعنی هیچی البته عوضش دوستان آوردن. پیش به سوی نهار. رام 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 آقای خدا چه بو غذایی میاد، امانم قریبی آروف نه؟ بح 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 چه بویی، چه عطری، تصدق خودم بدم با نهارتون، ببینم چه مزهی میده این غذاتون. برو گم شو، هر وقت شکمی کارت خوردش گوش نمیشه میاد سراغ ما. من برای این شکم میام بی شما اختیار دارید؟ من آمدم دورتون بگردم، نمیخوایم برمیگردم. خب پیش من که میشم نهار چی هست ها؟ یه لقمه بزنم ببینم چی. آره جون خودت، حالا که اومد اینجا حتما چشم لیلا جونتو دور دیدی، نامزد عزیزتو میگم. اگه بفهمه پوستش کلت میکنه. لیلا دختر دربون کارخونه؟ بله. من یه لقمه نهار شوهر نمیدم به صد تا لیلا. اصلا دلم میخواد درد و برای شما دوتا قلومبه بشه بخوره تو سر لیلا. چی گفتی؟ شما شاهدین من حرفی با سر لیلا دارم؟ چرا حرفت عوض کردی؟ ذلیل مرده. درد و بلای تو بخوره تو سر این دوتا با این نهارشون که وجود گرفته بود، مردشون نهارتونو ببرن. امیر خانومت ایداد ایداد بسید، من قایه میشم در پناه شما قاهش میکنم. بایسی من قایه میشم، بایسی تو رو خدا من نجات بدیم. ببینم بچه حسن و این برا ندیدی نهش؟ نه خیر امیر خان، پاشم این برا نذاشتیم. عجب گفتی اینجا نیست ها؟ نه خیر. پس این نرگوله چیه ها؟ هیچ کس تو نمیری، این حسن نی؟ از کدوم آقابازیه؟ اشرف خانومه ده؟ به مرگ پدر لیلا. این اشرف خانوم باید ماشین رو تمیز کنه. بیا خانم کچه رو تا خدمتت برسم. بیا گم شو. من تمام این حرفا رو برای خودتون میگم، به خاطر سعادت خواهرته که دارم مخالفت میکنم، و الا عروسی کردن و نکردن اون برای من فرقی نداره. تو از همون اول از جمشید خوشت نمیومد، اصلا نمیخوای اونو فرشته با هم ازدواج کنن. این چه حرفیه؟ خواهرت بالاخره یه روزی ازدواج میکنه، با جمشید نباشه با کسی دیگه. من میخوام خوشبخت بشه. برای جمشید عیاشه، قماربازه، بگه همچین آدمی چطور میشه اعتماد کرد؟ فرشته هنوز سنی ازش نگذشته، برای عروسی حالا وقت داره. وقتی جمشید تو کارخونه پیش تو باشه همه جور میتونی مواظبتش کنی. پس بذار یه مطلبی رو بهت بگم. من خیال دارم جمشید از کارخونه بیرون کنی. بیرون کنی؟ برای چی؟ برای هزار جور کاره بدی که میکنه. بین کارگرها دو دستگی انداخته، کارگرها رو علیه من تحریک کرده. پس به خاطر خودته؟ نه برای منافع کارخونه است. چیزای دیگه هم هست که باید بعدم بهت بگم. مثلا چی؟ آخه من که صاحب کارخونه هستم نباید بدونم؟
اینقدر این موضوع رو به رخ من نکش. درسته که تو صاحب کارخونه هستی، ولی منم نوکر تو نبودم. 10 سال تموم جون کندم تا این کارخونه رو به اینجا رسوندم. تا به حال هیچ وقت با تو اینقدر روک حرف نزده بودم. گوش کن عزیزم، من همیشه تو زندگیم به تو و خواهرت خدمت کردم، براتون زحمت کشیدم، و حالا اگه با ازدواج فرشته و جمشید مخالفت میکنم، فقط به خاطر سعادت خواهرته، نه برای خودم. دیگه داره دلم از این زندگی به هم میخوره. عشمت، 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 چی شده خانم جون؟ وای خاک بر سرم. خانم جون چی شده؟ چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ سر عروسی شما و فرشته خانم، خانم با آقا حرفشون شد. فوتی زودتر به دکتر خبر بده. بید عروسی من فرشته؟ همین که گفتم، جمشید دیگه حق نداره پاشو تو این کارخونه بذاره. بعد از این دیگه هیچ زمتی اینجا نداره، فهمیدین؟ بله قربان. از امشبم بیشتر مواظب باشی، به جای این حد 2 نفر تو کارخونه کشیک بدن. خب کشیک امشب کیه؟ آخه کیشی کارخونه به من چه ربطی داره؟ کارگری که روز کار میکنه که شب نباید کیشیک بده. اینم از اون کارهاییه که حشمت الله خان گردن ما بود. مگه یادت رفته ما خودمون خواستیم که امشب کیشیک بدیم، و یا نه کسی نمیتونست ما رو مجبور بکنه. خیلی آقا فعلا چایی رو بزن روشن شی. ببینم بازم آب زیپوه. چشمتو بگیره، این چایی بده؟ قهوه خونه این قنبرم بهت یه همچی چایی نمیده. یا آقا بابا چه عطری، چه طعمی، دست درد نکنه داشتن. بفرما داشتن چای برو برا سوختن داشتن. آقا زبون بکیم مثل اینکه یه نفر اون بالا هست. چرا چراغش روشنه؟ اتاق حسابداری و صندوق هم هست. صدات در نیاد. بی حرکت، حتی تکو نخور. به به آقای جمشید خان، مواظب باش، اگه جون بخوری عین آبکش سوراخ سوراخت میکنم. حسنی زود برو تلفن کن حشمت الله خان بیاد اینجا. خب تو فکر عاقبت این کارو نکردی احمق جون؟ فکر نکردی که گیر بیفتی آبروت میره؟ واسه چی موقعیت با اون خوبی رو که داشتی از دست دادی؟ برای اینکه دیگه چاره جز این نداشتم. گوش کن امیر خان. یواشتر داداش، خیالای احمقونه به سرت نزنه. من با هر طوری شده تو رو تعبیل بدم. بذار حرفمو بزنم. نگاه کن الان تو این گاف صندوق که جلوی چشمته نزدیک 700,000 تومان پول نقد خوابیدیم. خب بخوابه. یعنی پیشنهاد میکنی که پولا رو ورداریم و هم از اینجا در آره؟ خب آره، مگه چه ای بیداره؟ تو با این پولا میتونی تا آخر عمر فراری باشی. بس دیگه، اگه من میخواستم این کارا رو بکنم، واسه چی با این چندر قاس حقوق اینجا میساختم؟ چی شده؟ کی میخواسته در گاف صندوقو؟ بالاخره کار خودتو کردی؟ باید حدس میزدم. آخه آدم هم اینقدر پست میشه؟ بدتر از این حقت بود. باید بلایی سرت میآوردم که تا ابد فراموش نکنی. چرا؟ چرا؟ برای اینکه تو خودت نمیدونی چه نامردی درباره من کردی. اما کاش اقلن خودت میتونستی استفاده ای ببری. منظورت چیه؟ منظورم اینه که تو با به هم زدن ازدواج من و فرشته چه نفعی بهت رسید؟ فقط میخواستی من از این ثروت محروم کنی؟ خوب داری خودتو نشون میدی. آره تو هم همین منظور رو داشتی، منتها فرشته و همسر عزیزت نم به تو پس نمیدن، بدبخت بیچاره. مطمئن باش زنت 1 قرون از تمام این دارایی رو که با خون دل به دست آوردی به تو نمیده. من همچین نظری نداشتم و ندارم. دروغ میگی، دروغ میگی.
مثل سگ داری دروغ میگی. ولی بذار من حقیقت رو بهت بفهمونم. این کارخونه، تمام املاکت، پول و جواهراتت، خلاصه دار و ندارت، همه مال زنته. اونم که داره میمیره. بعد از مرگ همسر عزیزت میدونی چی میشه؟ تمام این دارایی به خواهرش میرسه. اونم زنه یک گردن کلفت میشه و با این ثروت کیف میکنه. تو باید بازم تا آخر عمرت مثل یه نوکر براشون کار کنی و جون بکنی. تازه آخرش هم بیرونت میکنن، اونم فقط با یه دست کت و شلوار، مثل یه سگ میندازنت. دروغه، دروغه. هیچ کس نمیتونه منو بیرون کنه. من خودم. تو خودت چی؟ مگه نمیدونی که هیچ اختیاری از خودت نداری؟ تو از منم پستری، هیچی نداری. بهتره بگم که اصلا مرد نیستی. باشو هیچ که از داشت نکن نخوره. این نامه اگه تکون بخوری مغزشو داغون میکنم. ببین چه شد من خفه شو را بیار. فهمیدی دیشب تو کارخونه چه اتفاقی؟ آره بابا، من از اولم میدونستم این پسر چه حیوانیه. اگه امین خان دیشب چیزی نداشت، اون حتما صندوق کارخونه رو خالی کرده بود. میدونی عمو ایدر، میگن حشمت الله خان باهاش دشمنی میکرده، اونم میخواسته ازش انتقام بگیره. ای بابا، دهن مردم چفت و بش نداره. خو حشمت الله خان نمیخواست کار زنشو بهش بده، گناهی نداره. مواظب باش عمو ایدر، حواست به ماشین باشه. مواظبم. راستی ببینم عمو ایدر، فکر نمیکنی برای از بین بردن جمشید کلکی تو کار بوده؟ نه برادر من، حشمت الله خان رو هممون میشناسیم، بعدم اندازه کافی ازش تحقیقات کردم. اگه علکیه عمو ایدر چی شد؟ عمو ایدر چه اتفاقی افتاد؟ داشت با من حرف میزد، حواسش نبود، دستش رفت زیر ماشین. برو بگو دکتر کارخونه بیاد تا من برم تلفن بزنم به حشمت الله خان. خیلی خوب. چطور شده این؟ زود باش برو اونجا کمک کن تا من بیام. خیلی خوب. چی شد عمو ایدر جون؟ چند دفعه گفتم حواس جمع کن، ای خدا چه خاکی به سرم شد. مگه شما اینجا نبودین؟ برای چی بیام؟ مگه از دست من کاری ساخته است؟ خب خودتونو ببر بیمارستان. آخه شما صاحب کارخونه هستین، یه همچی وقتی باید خودتون باشین. من هزار تا گرفتاری دارم، الان خانم دو مرتبه حالش به هم خورده، تو بیمارستانه، میخوام برم یه سری بهش بزنم. گوش کن امیر خان، خودت ترتیب کارو بده. خیلی خوب، خودم یه کاری میکنم. دیگه قلبتون ناراحتتون نکرده؟ نه خیر آقای دکتر. به شوهرشون اطلاع دادین؟ بله صبح بهشون تلفن کردیم، قراره بیان بیمارستان. بسیار خوب. این قرص ها رو که نوشتم براشون از داروخانه بگیر. چشم. با اجازه. ببینم خانم جون، از مریض ما چه خبره؟ هیچ حالش بهتره یا آدم؟ سه قلو زایید. چی؟ سه قلو؟ وای بیچاره. خانم جونم، شما عمو حیدر میشناسین؟ دست شما انسان کردین، چیزی میزی لازم نداره، یه خود یواشتر. خانم من آدمم. خانم نه خیر، کسی جواب ما رو نمیده که نمیده آقا. آی دکتر من هیچ چه نمیدونم، من چیزی نپرسم. خدایا یه نفر نمیاد جواب ما رو حسابی بده، چه کنم؟ چه چاره سازم؟ معذرت میخوام آقا، شما دوست اون کارگر مجروح هستین؟ شما
شما حرفم بلدی میزنین؟ دوستتون احتیاج به خون داره، اگه گروه خونتون با خون اون تطبیق کنه حاضرین بهش بدین؟ من حاضرم به خاطر تو جونم و قربونت بکنم، خون که قابلی نداره خانم جونم. پس بیاین با من بریم. اومدم برو بریم. برو برو یالا. اوه عمو، اینم رفیقتون که میخواستین. خیلی هم خوشحالی که خونشو با این پیر مرد بده. لطفا شما بخوابید. روز حق بخوابم. بله. میبینی امیر خان، این خانمم فهمیده من کم بوده خواب دارم. خب حالا دستتونو بدید به من. دستمو؟ دستم بدم برای چی؟ برای اینکه خونتونو بگیرم. مگه خودتون نخواستین؟ خون؟ خون؟ چی گفتین؟ بابا خودتون گفتین که خونتونو بگیرین. آقا جون بذارین خونتونو بگیرم، مگه خودتون نخواستین؟ من به گور پدرم خندیدم که خواستم. چی گفت من خون بگیرین شما هم؟ خودتون گفتین. چی میگین؟ من غلط کردم با حرف جد آبادم؟ اصلا تو این بدن یه رنگ وجود داره که تو میخوای ازش خون بگیری؟ بکن ببینم جون شما اصلا نیستم هر فرار؟ میدونین آقای حشمت الله خان، خانم شما بیماری قلبی داره و به این سادگی هم مالجه نمیشه، خیلی خطرناکه. اون باید بیشتر استراحت کنه، مخصوصا نباید بذارین عصبانی بشه. آقای دکتر شما که خبر داری من واقعا هست و نیستم به وجود زنم بستگی داره. اگه خدایی نکرده یه مو اثرش کم بشه من به خاک سیاه میشینم. والا من درست به زندگی خصوصی شما وارد نیستم. آقای دکتر من 10 ساله که با زنم ازدواج کردم. درسته که سرمایه اولیه مال همسرم بود، ولی تو این 10 سال منم مثل یه سگ جون کندم، یکو به 100 رسوندم. اما الان چی دارم؟ هیچ. هرچی هست به اسم زنمه. اونم وصیت کرده که اگه بچه دار نشه بعد از مرگش تمام دارایش به خواهرش برسه. خانم شما اصلا نباید حامله بشه، چون ممکنه به قلبش صدمه برسونه. آقای دکتر شما یه کاری بکنی، نسخهی، دوایی، آزمایشی. آخه ببینیم به چه علت نباید بچه دار بشه. گفتم که قلبش. پس اینطور که شما میگین زندگی من مثل حباب رو آب میمونه، هر ثانیه ممکنه نابود بشه. مدت زیادی باید اینجا بستری باشه؟ نه، میتونی 1-2 روز دیگه ببرینش. بسیار خوب، بلا خدا حافظ. به سلامت. ببخشید خانم جون، میخوام 2 کلمه ناقابل باهات حرف بزنم. با هم ترکید خودم. شما این؟ بله خودمم. کی به تو اجازه داده بیا اینجا؟ اون با من اومده اینجا. مگه نمیدونین عمو حیدر آوردیم اینجا؟ آه چرا، یادم رفته بود. خب حالش چطوره؟ بهتره. نجاتش دادیم. نجاتش دادیم؟ بله. کی منو نجات میده؟ کتاب. طرف مثل این که خول شده امیر خان، چرا با خودش داره حرف میزنه؟ زنش خیلی مریضه، حتما ناراحتیش واسه همونه. ده پس خدا جفتشون شفا بده. آخه این بیچارم دیوونه شده، مگه ندیدی؟ بیا بریم پسر، اون از 100 تا ما قلتره. بیا بریم، مگه نمیخوای لیلا جونتو ببینی؟ اخ جونا. بیا بابا، چند دفعه بهت بگم عمو حیدر رو بردیم بیمارستان، مگه خنگی؟ من خنگم؟ جدی چی کردی؟ من خنگم؟ با دست لحه کشید، غلط کردم بابا، خودم خنگم، بابا خنگم. من اصلا شانس ندارم، حیف این همه فداکاری که من برای توی بدجنس میکنم. از بابا مرد میشتم، شبا منتظرت میشم، اون وقت توی بدزد میری گم میشی. من که گم شدم قربونت برم. گریه نکن عزیزم، ای گریه کنی منم گریم میگیرم. چه چرا مثل گاب گریه میکنی؟ زلیل شده. آخه بغزم در جدیه. ای خدا بازه با این دختر. ببین هستم، اگه میخوای گریه نکنم باید امشب حتما بیای پیش من. میای؟ آخه من شب میترسم از رو دیوار وارد خونتون بشم، پریشب نزدیک بود پاسبان با 2 گلوله خلاصم کنه. ببین هستم، شب وقتی بابام خوابش برد یواش میری پیش من. باشه، من تو اتاقم منتظره. آره حتما شب بیا. حالا دیگه کارات به جایی رسیده که شب حتن جون تو دعوت میکنه بیاد اینجا؟ به خدا بابا منظور بدی نداشتی، فقط میخواستی لابو با هم در تازر بکنی. آره
حالا یه بلایی به سر حسن بیارم که دیگه عاشق بازی نفسیشم یادش بره. اینجا میمونی صداتم دار بیاد خفت میکنم دیگه بیخواب. بله بابا. آی. حشمت‌الله خان، شما امروز دیدن خواهرم میری؟ با شما هستم. گفتم اگه امروز بیمارستان تشریف میبرین منم باهاتون بیام. ممکنه نرم. خیلی خوب، خدا میسارین. حشمت‌الله خان، ببخشین امروز رفتیم بیمارستان.
نه، یعنی وقت نکردم که برم. معلوم نیست خواهرم چند وقت باید بستری باشه؟ متوجه نشدین چی پرسیدم؟ چرا؟ ممکنه دو سه روز دیگه بیاد. متشکرم. شب بخیر. شب بخیر. من خواهر زن تو هستم، زن بیچارت. تو خجالت نمی کشی؟ بس چی؟ دیگه برای من فرقی نمی کنی. من امشب کارو یک سره می کنم. بس هرچی برای تو خواهرت جون کندم. اشتباه می کنی. این ثروت مال تو هم هست. گوش کن حشمت الله خان، این جریان تا ابد که پنهون نمیمونه. بالاخره آبروت میره، همه میفهمن. اما اگه ولم کنی، قول میدم به هیچ کس چیزی نگم. قسم میخورم. منم باور کردم، کاری رو که شروع کردم باید تموم کنم. تو با این کارت خواهرامو کشتن میدی. اون آخرش میفهمه و دق میکنه. وقتی تو از بین رفتی هیچ کس نمیفهمه. میخوای منو بکشی؟ آره، ولی اول نه، فکر خواهرمو بکن. نه، چی فکر منو میکنه؟ تو باید ببینی تا من راحت بشم. جا جا بلم. حسین امیرخان، من حشمتم. میخواستم بگم امروز من نمیتونم بیام کارخونه، حالم خوب نیست، باید استراحت کنم. ایشالا بلا دوره. میخوایم براتون دکتر بیارم؟ نه، احتیاجی به دکتر نیست. خیر، نه دیگه کاری ندارم. خدایا به من رحم کن، این چه کاری بود کردم؟ زنم بفهمه؟ نه، اون هیچ وقت نباید بفهمه. یعنی فرشته کجا رفته؟ کجا ممکنه بره؟ خدایا دارم دیوونه میشم. امیری اینجا. ببین این خانم زن امو حیدر اومده مساعده بگیره. حشمت الله خانم نیست. جوابشو چه میده؟ من نمیدونم والا، باید فردا تشریف بیارم. فردا؟ یعنی میگین تا فردا باید هوا بخوریم؟
خب راست میگه دیگه. با... خیلی خوبه، من از خودم میدم. آره بیا مادر، فردا پس فردا ان شاء الله عمو حیدر از بیمارستان مرخص شه. شما در سلامت باشید ننه جون، ان شاء الله به حق 5 تن از جوونی خیر ببینید. خوش اومدید خانم کوچولو، به سلامت. خب امیر خان راستی منم که نمیتونم باد بخورم، یارو حشمت الله خانم که به فکر کارخونه نیست، پس من آورین یک کار اگه جای اون بودی همینطور میشیش تموم بشه. الهی ام خدایا، این چه بلایی بود سر من اومد؟ یعنی منو کشتن؟ من یه قاتلم؟ اگه خواهرم موضوع رو به رحم دق میکنم دیگه نباید توی این خونه پا بذارم، من باید از این شهر برم. سلام عرض میکنم خانم. سلام جناب. باید استراحت کنی. پس فرشته کجاست؟ مگه نمیدونست من امروز میام؟ چرا؟ اما صبح تا حالا من ازش خبری ندارم، اصلا امروز ندیدمش. تو اتاقش هم نیست؟ فرشته؟ 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 کجا هستی؟ یه خواهرت اومده. عجیبه، خبری ازش نیست. یعنی کجا رفته؟ اون همیشه هر جا میخواست بره قبلا میگفت. نمیدونم، به من که حرفی نزده. خب اگه با من کاری نداریم، من یه کاری بیرون دارم، برم و برگردم. میرم وای وای
جوجه کباب کی خورده؟ من خوردم. پس تنگ شراب کی خورده؟ من خوردم. دیبیا آب و هوا کی خورده؟ تو خوردی. پس درد و بلا کی خورده؟ تو خوردی. باریکلا موندی توی خماری چاره دیگه نداری، موندی توی خماری چاره دیگه نداری. ماشین گدش بگیره الهی، من گشنم اون سیره الهی، من جوونم اون پیره اون پیره، من گشنم اون سیره اون سیره. نمیری لیلا جون با این رقصیدنت، وقتی قرمیدی ها انگار یه چیزی از تو دلم تلپی برو کنار کنگولی خدا روزی جا دیگه حواله کنه. نفهمیدم چطور تو سابه طرف شدی ها؟ افتنده بفهم وگرنه؟ وگرنه چی؟ مثلا چی کار میکنی؟ خیر خواب بس دیگه بچه ها، آخه ما امروز اومدیم اینجا عشق کنیم، من که ناراحت بشیم. نه تو نمیری امیر خواه، من با سنگمو با این وا بکنم بی جلو بینم. کدوم سنگ تو میزنم دفع؟ چه غلطی کردی؟ ولش کن، مگه نگفتم امروز روز دعوا نیست؟ شماها چقدر بی‌معرفتین، آخه اومدیم به سلامتی رفیقتون خوش باشین. من که تقصیری نکردم که. آره میدونم، اونه که ملاحظه نداره. حالا چی شده مگه؟ هیچی، اگه واسه خاطر عمو حیدر نبود بهت میگفتم چی شده. برو دعا به جون اون پیر مرده بکن. امیر خان بابا عجب آدمایی هستین، اون شما رو آورده خوش بگذرونی، شما عوض تشکر دلخورش کردی، اینم شد معرفه. حالا یکی بره بیارته. اون تا چند دقیقه تنها نباشه عصبانیت از جذبه این نمیره، به موقعش خودم میرم میارم. این چه کاری بود که کردی؟ من نمردم، تو من نجات دادی. چرا نزشتی بمیرم؟ چرا مانع مرگم شدی؟ تو واسه چی میخواستی بمیری؟ خوب نیست یه دختر جوان با این سن و سال؟ نه، مرگ برای من عروسی، دیگه نمیخوام تو این دنیا بمونم، میخوام بمیرم. خواهرم این عمری رو که خداوند داده ما حق نداریم قطعش کنیم، زندگی خودش نعمت خیلی بزرگیه. چی داری میگی؟ وقتی امید آدم از همه جا بریده میشه
اگه غیر از مرگ چاره ایم داری؟ نه آبجی، تو اشتباه میکنم. اون شیطونه که باید ناامید باشه. خداوند هیچ وقت تمام درا رو به روی بنده هاش نمیبنده. ببینم اصلا برای چی کاری کردی؟ حتما تو این شهر غریبی. آره؟ تازه اومدی تهران؟ بله بله، من تو این شهر هیچ کس رو ندارم. چی اومدی؟ نتونستی پیداش بکنی؟ آره؟ درسته، اومده بودم عقب شوهر، ولی هرچی گشتم پیداش نکردم. شوهرت؟ پس تو شوهر داری؟ بله، برای پیدا کردن کار چند ماه اومده تهران، منم که بیخرجی مونده بودم اومدم عقبش. خیلی خوب، دیگه نمیخواد بیشتر از این خودتو ناراحت بکنی. ببین، من از امروز جای برادرتو هستم. تو هم میتونی تو خونه ما بمونی تا من بگردم شوهرتو پیدا کنم، خب؟ نه، من باعث زحمت شما نمیشم. آه، دیگه حرفشو نزن، برم شو بریم خونه. کجایی بابا؟ نفهمیدم این دیگه کیه؟ امیر خان ماهی از آب گرفتی؟ پس بگو چرا اینقدر دیر کردی؟ حرف زیادی نزن، بیا کمک کنی خواهرمونو ببریم منزلمون. چی گفتی؟ خواهر؟ ما که خواهر نداشتیم. از امروز ایشون آبجی ماست، با ما هم زندگی میکنه. آخه کجا ممکنه رفته باشه؟ خواهر من آب که نیست به زمین فرو بره. حتما تو هم میشهره. چطور نتونستی تو این چند روز پیداش کنی؟ چند دفعه بهت بگم، من هر جایی رو میدونستم گشتم، خونه تمام فامیلیمونو سر زدم، اما هیچ کس ازش خبری نداره. خیلی عجیبه، تو این شهری که هر گوشش یه گرگ خوابیده، یعنی چه بلایی سرش اومده؟ بی خود اینقدر ناراحتی؟ چی داری میگی؟ فرشته دختری نیست که بی خیال هر جایی برو به ما نگه. حتما یه اتفاقی براش افتاده. گوش کن حشمت، اگه تو نمیتونی پیداش کنی پس بذار بهت. من که بهت گفتم همه جا رو گشتم، بازم میگردم تا پیداش کنم. نمیدونم چی بگم. به هر حال اگه تو کاری نکنی من مجبورم به پلیس خبر بدم، ولی فعلا چند روزم صبر میکنم. چه بلایی سرم اومد؟ اگه پیداش بشه همه چیزمو از دست میدم. ببین خواهر، اینجا مثل خونه خودت میمونه، هیچ نباید ناراحت باشی. البته ما دو اتاق بیشتر نداریم، یکی مال منه، یکی مال حسن. اتاق حسن اتاق من اصلا به دردش نمیخوره، فکرشم نکن. اتفاقا بدم نیست، خیلی هم بده، تا کمرش هم خیس آب موشم داره، تازه برای پادردت هیچ خوب نیست. ولی من پادرد ندارم. حتما داری آبجی، غیر ممکن نداشته باشی. تازه اتاقم ترک خوده، به این گندگی یه حدید هوا رو من رو سره. عیب نداره، میدیم براش شم بزنن. میدی شم بزنن؟ اصلا نمیخوام اتاقم بدم، مجذوره. اینو بگو. خیلی خوب، اتاق من از حالا مال فرشته خانومه، از امشب هم من میام تو اتاق تو میخوابم. نگفتم بالاخره هوار میاد؟ آخه من شبا تو رو میخوام، چیکار میخوام؟ لا 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 لا. من مزاحمتون شدم امیر خان، کاش نجاتم نداده بودی. این چه حرفیه آبجی جون؟ من دارم باهات شوخی میکنم، این خونه که قابل تو رو نداره. من این امیری. آه راست میگه خواهر، حسن در مقابل دوستی جونش هم مزایقه نداره. ما باید تازه خود رو شوک کنیم که خواهری مثل شما پیدا کردیم. امیدوارم لیاقتشو داشته باشم، یعنی اقلا بتونم توی این خونه وصله راحتی شما رو فراهم کنم. از امروز غذا، لباس، همه کارتون با من. قربون تو آبجی، به این خوبی زنده بای. ببینم، گفتی شوهرت اسمش محموده؟ بله، تقریبا 25 سالم داری. خیر خب، هر طور شده برات پیداش میکنیم. خب فعلا خدافز. خدافز. بی بریم. اتاقم به شما سپردم، خدافز. این عکسشه، شما ها تو این محل ندیدینش؟ چیز خوبی هم هم، مانچنه قرعه زده باشن. هیچ این طرف ها دیدینش؟ خیال نمیکنم. نه چرا، من مثل این که میشناسمش. ببینم عکسشو. او بله، حتما خودشه. راست میگی؟ کجا میتونم پیداش کنم؟
بلند شین برین، همین الان نشونت رو میدم. نداره بابا، با این نشونی هایی که دختره میده غیر ممکن است شوهرش پیدا کنین. اون چرا نگاه کنه؟ یه نفر رو
میخوان جیبشو خالی کنن. بده بریم کمک. برو بریم چه با مردا چه آقا شما این حشمت الله خان اینجا چی کار میکنی؟ طوری که نشد نه نمیدونم کمرم که خیلی درد میکنه. حتما ضرب کرده. میخوایم ببرمیتون بیمارستان؟ نه یه خود استراحت کنم خوب میشه. پس زودتر برسونیم تو منزلتون. ها؟ نه نه اونجام نه، آخه ممکنه خانمم هول کنه، حالش هیچ خوب نیست. عیب نداری میریم منزل ما، اونجا یکی دو ساعت که استراحت کردین حالتون خوب میشه. بیم بریم. بله بریم. دیگه چیزی نمونده، همینجاست. بله یه خود طاقت داشته باشین اونجا. بفرمین این دره. آره خودشه. کیه؟ منم آبجی، در وا کن، مهمون داریم. یه دقیقه صبر کنیم. بفرمین بفرمین چون خواهش میکنم. یه بفرمین آبجی، یه چند تا چایی به ما بده، یه خوردم آبی که هرم حاضر کن. بذاری من در باز کنم؟ بفرمایید. خب تو برو از فرشته یه خورده آبی گرم بگیر بیار. آبی گرم حاضر کردی آبجی؟ بله حسن آقا، الان سماور آتیش کردم. مثل اینکه رفیقتون زیادی خوردی. نه بابا، زیادی بهش خوروندن. پس شما با خواهرتون زندگی میکنی؟ ای همچی؟ خواهر خواهرم نیست، راستش اون یه زن غریبه که توی این شهر شوهرشو گم کرده، چون جا و مکانی نداره من آوردم پیش خودم میگرش داشتم، البته فقط تا روزی که شوهرش پیدا بشه. آفرین، تو واقعا یک انسانی. خوش به حالت که هم دنیا رو داری و هم آخرت. نه مخالفم، دنیا رو درست نگفتی حشمت الله خان، دنیا مال شما پول داراست، ما کی زندگیمون لذت میبریم؟ هم نه حسن، اشتباه میکنی. گاهی زندگی امثال من از جهنم هم بدتره. تو خیال میکنی من امشب برای چی رفته بودم تو محله؟ نمیدونم، شاید خوشی زیر دلت داده بود. من اونجا دنبال بدبختی میگشتم. بدبختی؟ آره، دنبال کسی میگشتم که اگه پیداش نکنم زندگیمو از دست میدم. اون کیه؟ چطور بگم، اون کسیه که دشمن زندگی منه و تا وقتی هم وجود داره سعادت من در خطره. خلاصه زندگی من سگم بدتره. میدونی حشمت الله خان، من فکر میکنم این دشمنی که تو میگی خودت برای خودت ساختی. چطور مگه؟ تو خبر داری؟ اونو میشناسی؟ آره میشناسم. اینجور دشمن جز عذاب وجدان هیچی نمیتونه باشه. این خصمیه که خودت در باطنت به وجود آوردی و حالا داره مثل خوره روحتو میخوره. راست میگی، اگه این نگرانی و وحشت تو زندگی من نبود، من هیچ کم و کسری تو دنیا نداشتم و الان آرزو میکنم کاش زندگی مثل شماها بود. کار آسونیه. زندگی ما رو نگاه کن. اگه شب راحت میخوابیم برای اینه که چیزی نداریم دزد ببریم. دارایی ما تو قلبمونه. انقدر زندگی رو سخت نگیر. راحت باش. چطور میتونم راحت باشم؟ فقط یه راه داره، به همه محبت کن، حتی دشمنت. دشمنم؟ دشمنی که منو به روز سیاه نشونده؟ پس واقعا کسی باعث درد سر زندگیت شده؟ آره اینطوریه. آره، یه نفر هست که نمیدونم کجاست، ولی هر لحظه ممکنه وارد زندگی بشه و نابودم کنه. ببین امیر خان، من احتیاج به کمک دارم و هیچ کس هم ندارم. تو ممکنه این محبت از من دریغ نکنی؟ والا راستش چی بگم؟ از وقتی من زندگی پاک و با صفای شما رو دیدم کاملا شیفتتون شدم. حرفای تو خیلی در من اثر کرد.
من چه کمکی میتونم به شما بکنم؟ کمکم کن تا اون دشمنمو پیدا کنم. تو که داری دنبال یه گم شده ای میگردی، منم دارم دنبال دشمنم میگردم، پس با هم باشیم و با هم بگردیم. عیبی نداره، از امروز من و حسن هر کمکی از دست میدیم. از نفس افتادم. آخه اینم شد کار، شماها دنبال گم شده هاتون میگردین، من سننم، به من چه مربوطه؟ من چه گناهی کردم؟ چقدر باید پیاده گز کنم؟ آه آه، شست پام، خدایا شاغلوز گرفتم، خدا لعنتتون کنه. رابیا فقط قر نزن. نمیدونم دیگه رابیا، از اینجا من تکون نمیخورم، شما هر جایی میخواییم برین. آه. هر وقت دلت خواست بیا، ما تو این خیابون بغلی داریم نهار میخوریم. ببنید. نهار میخوریم؟ اوخ جون، تا کنی اومدم، چوخی کردم، من پاپ خوب زاو. تا حالا به عمرم انقدر غذا نخورده بودم. خب پلو به این خوبی گیرت نمیاد بخوری، فعلا که خدا برات ساخته، دو چایم پشمندش بزن راحت راحت. من که خیلی لذت بردم، قربون شما رفقای خوب، حالا دارم کم کم معنی راحتی رو میفهمم. بابا این چقدر ندید بدیده، امیر خان به این وضع میگه راحتی؟ آره حسن آقا، تو هم اگه جای من بودی همینو میگردی. من از این زندگی شما دارم کیف میکنم، از شما هم خیلی ممنونم. ما هم خیلی خوشحالیم که با شما رفیق شدیم. در ضمن حالا که با هم نون و نمک خوردیم، اگه شوهرگمون هم بخوای ازت دریغ نداریم. قربون تو امیر خان، حالا انگار خدا دنیا رو به هم بخشیده. راستی گوش کنیم بچه ها، من امروز مهمون شما بودم، دلم میخواد شما امشب دعوت منو قبول کنین. خیلی نیکی و پرسش، اگه تو جهنم هم ما را دعوت کنین همراد میای. امشب کجا باید بریم؟ اونجا شما هنوز بیداری؟ من که بهتون گفته بودم شب دیر میام، پس چطور هنوز نخوابیدین؟ خوابم نمی برد، راستشو بخواین منتظر بودم شما بیاین. چرا اونجا وایسادین؟ نمی خواین بیاین تو؟ آخه خوابم میاد. خیلی خوب، هرجور راحت ترین. راستی امشب خوش گذشت؟ بد نبود، مهمون یکی از رفقامون بودیم. شما چی؟ تنهایی خیلی ناراحتتون کرد؟ نه، گاهی آدم با چیزایی که دلخوشی داره خودشو سرگرم میکنه. زیادم تنها نبودم. عکس شماست. ببخشین بی اجازه برداشتم. شب بخیر. خوابم نمی برد، راستشو بخواین منتظر شما بودم، منتظر شما بودم، منتظر شما بودم. یه سره کنم. تکلیف تو یه سره کنی؟ بله، من دیگه صبرم تموم شده. من خواهرمو میخوام، میخوام بفهمم کجاست، زنده است، مرده است، چه بلایی سرش اومده. اگه نمیتونی هیچ غلطی بکنی بذار خودم برم اقدام کنم. گوش کن عزیزم. نه تو گوش کن ببین چی میگم. اولا حرف تو قبول دارم که نمیخوای جار و جنجال و آبرو ریزی بشه، اما با پول هزار جور وسیله میشه فراهم کرد. تو میتونی 10 نفر، 100 نفر، 1000 نفر رو اجیر کنی و اونا تمام شهر رو بگردن، شاید خواهرم رو پیدا کنن. راست میگی، این طور حتما پیدا میشه. این پول علی حسابه، اینم عکس دختر است. گفتم که اگه پیداش کنین هر قد پول بخواین بهتون میدم. چند روزه میخوایش؟ هر چه زودتر بهتر. مرده یا زنده؟ آه، مردشو میخوای یا زندهشو؟ کدومش برات بهتره؟ یعنی؟ آره، هر طوری که بخوای تحویلت میدیم. خب، حالا تا اگه سر بنستش کنیم بهتره. پس اگه زنده پیداش کردیم اما این خیلی وسط آب میخوره. باشه، شما خیال منو راحت کنیم، منم شما رو راضی میکنم. از اون حس خاطره جمع باشه. راستی اگه خبری شد به همون. نه امیر خان، نمیدونم بابونی ازتون تشکر کنم. با زبون مرغی تشکر نمیخواد آبجی، یه بینگ آبری نداره. چرا؟ از سر منم زیاده، همینقدر که تو این خونه مزاحمتون هستم بسه. آه کدوم زحمت،
تو واقعا باعث گرمی زندگی ما شدی. ممنونم امیر خان، ولی من که هیچ جایی رو ندارم با این لباس برم. من مخصوصا خریدم که تو اگه خواستی جایی بری لباس داشته باشی. تو خودتو تو این خونه زندونی کردی. آخه چرا؟ برو بیرون، برو خرید کن، برو گردش. آخه حوصلت تو این خونه سر میده. نه، از وقتی با لیلی خانم آشنا شدم دیگه تنها نیستم، حوصله‌ام سر نمیره. اون هر وقت از کارخونه بر میگرده اول میاد پیش من، بعد میره منزلشون. خب واسه تو هم بد نشده حسن. حالا دیگه مشفظ سیبیل اطمینون میکنه دخترش بیاد پیش نامزده عزیزش، مگه نیست لیلا؟ واقعا بابام از اولش هم به حسن اطمینان داشت، اینطور نیست عزیزم؟ آره جون خودش، همین چند شب پیشا از رو اطمینانی که به من داشت چنون پذیرایی از من کرد که هنوز مزاج زیر دب و دنده بگ بالا مونده. نوش جونت. جای تو خالی. خب ببینم پس دیگه میتونیم بریم بیرون ها؟ دب کن به وایسا، ترمز به زنجا، والا چه حرفا. من دوستش دارم و عاشقشم، خودش میدونه از من تمنا، از تو که دل را با خود ببری هر کجا روی، ای ناز شهسته دیرونه کشم قربونه تو با چشمونه مسته. هرچه گفتی با من میدانی میدانم که من عشقت را از چشمانت میخوانم. نگاهم هرچه باید گفتگی کرد، سخن کوتاه کن و زین قصه بگذر. من از عاشق شدن پروا ندارم، تو را میخواهم و پاشا ندارم. سخن کوتاه کن و زین قصه بگذر. من از عاشق شدن پروا ندارم، تو را میخواهم و خوشا ندارم. سب کن دوایسا، ترمز بزنجا، والا چه حرفا، بلا چه چیزا. بشنوز من ای دختر طرف حسابی، کم تر بکش آه از دل بخور گلابی. سیبم هست کم جور بکن دوز و کلک چه حقه وادی، آخر حیا کن از من به این درازی. سب کن ببینم داخل خوشحال نیستی؟ چرا، از اینکه با همین خیلی خوشحالم. تو خواهر منی. خب هر برادری خواهرشو میبره گردش، این که کار مهمی نیست. رسی خواهش میکنم برگرد برو پیش اونم.
برگرد برو. خدایا منو حفظ کن، منو از وسوسه‌های شیطان در امان نگهدار. خدایا کمکم کن، کمکم کن. الو، سلام علیکم ارباب. ببخشین که مزاحم شدیم، آخ یه خورده پول مول لازم داری. همش پول پول، ولی از کاری که باید انجام بدین هیچ خبری نیست. تو این مدت چه غلطی کردین؟ ده نفهمیدم. اگه دلت بخواد میتونی معامله رو فسخ کنی. نه نه، اما آخه شما قول داده بودین که زود پیداش کنیم. حالا هم سر قولمون وایسادین، اما این کارا داشته من خرج برمیداره. ای لوتیش نیستید؟ گفتم نه، کارتون رو دنبال کنین، فردا میام پیشتون، هرچی خواستین بهتون میدم، ولی خواهش میکنم زودتر کلک کارو بکنین. من خیلی ناراحتم. بسیار خوب، باشه، خدافظ. مثل اینکه خودشه، دختر است. بینم یارو گفت اسمش چیه؟ فرشته. فرشته دیدی گفتم خودشه؟ بزن اقل. یارو زود باش، باز تعقیبش کنی. مجده بده ارباب، این چه وقت تلفن کردنه؟ یه لقه گوشی دستتون باشه. گوش کن ببین چی میگم، دختره رو پیدا کردیم، خونشم یاد گرفتیم، تو حالا سر قولت هستی، ما کارو تموم کنیم، پشیمون که نیستی؟ نه نه، همین امشب کلکشو بکنیم، دلم میخواد آفتاب فردا صبحو نبینه. آره آره، بهتون میدم، بیشترم بهتون میدم. خیلی خوب، فقط عوضی نگرفته باشی، موفق باشی. تلفن کرد. از کارخونه بود. نگهبان میگفت یکی از توربینا خراب شده. احمق فکر نمیکنه این وقت شب نباید تلفن کنه. کلی بهش بعد بیرا گفتم. کار زیاد تو رو خیلی ناراحت کرده. مخصوصا جریان خواهرم پاک اعصاب تو از بین برده. باید حتما یه مدتی استراحت کنی. ممنونم که به فکر منی. آب میبینی؟ فرشته رو بودن، بودو بیا. وای نه مردم بسید، تو کنه مردم رو بسید. می کشنه آه 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 آه
کجا میخوای جریالا میخوشمه نگذب نمیگیم بودم تو بگیم آره آها بله ای 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 من در بقل تو میبینم نه بیاین سوارشین بریم برشون کنین کجا تو تا سوارشین بریم بایت میبینم کم ببین نامرد را زدم به چه بیا در رفتن از دست من طوری که نشدی خیلی اذیتت کردم نه باعث ناراحتی شما شدم این حرفا چیه بیا بریم تو بله دیگه ما سالها بود که از این بازی‌ها تو این محل نداشتیم ولی تازگی خیلی چیزای ناجور میبینیم یعنی از وقت این دختره پیدا شده اصلا این کارا چه معنی داره یعنی چه راست میگه ما زن و بچه داریم وقتی یه زن رو همینطوری میارین تو خونه معلومه که اینجور سر صدا هم بلند میشه لابد دختره از اوناست چی داری میگی مرد؟ مگه دروغ میگم این دختره کیه که آوردین توی خونه نگار داشتین اگه ریگه به کفشش نیست پس نصف شبه این جار و جنجار برای چیه؟ حتما یه کاسه زیر نیم کاسه مستبه تو شک برین آخه پیره مرد مگه تو خدا رو نمیشناسی؟ مگه فردا نمیخوای توی یه وجب جا بخوابی؟ این چه تهمتیه که به مردم میزنی؟ تو جواب خدا رو چی میدی ها؟ خیلی ها باید جواب خدا رو بدن جناب آقای امیر خان اگه منظورت منم اونی که اون بالاست خیلی بهتر از اینا منو میشناسه همه تون که اینجا این منو خوب میشناسین مگه نه؟ شما ها همه تونو میگن آیا تا یه کار خلاف از من دیدین؟ من 10 ساله که تو این محلم به ناموس کدوم یکی از شماها به چشم بد نگاه کردم شما کدومتون دیدین من یه قدم نادرست بردارم چرا حالا به من تهمت میزنین چرا میخواین آبروی چندین ساله منو از بین ببرین لعنت به این زندگی که آدم کار خوبم میکنه بد تعبیر میشه چرا نذاشتی اون روز من بمیرم چرا نذاشتی از این دنیا راحت بشم من نباید این همه به شما صدمه بزنم حق ندارم اینقدر ناراحتتون کنم به خدا مرگ برای من عروسی این حرفا چیه خواهر تو چه آزاری به ما دادی همین امشب پس چی بود کاش اون روز مرده بودم گریه نکن خواهش میکنم گریه نکن من نمیتونم عشقای تو رو ببینم همه این ناراحتی ها به خاطر اون مرده اون کسی که اسمشو شوهر تو گذاشته اقلا اگه پیداش میشد شاید خیلی از ناراحتی ها از بین میرفت این بدبختی ها به خاطر اونه راست میگی خدا اون کسی که باعث شد من اینطور در به در و سر بار دیگرون بشم نابود کنه من نمیتونم گریهشو ببینم آبجی اینقدر خودتو ناراحت نکن خدا بزرگه Bye.
دل زبونم میخوام میخوامش با عمر و جونم من خدا بیمودی که بیمم زبونم گذاشتین موقعیت خوب از دستتون بره. به این آتونی هم نبود. بهت که گفتم دوتو بزن بادر مواظبش بودم. خب شما که سه نفرین چطور نتونستین پس اون دو نفر بر بیاین؟ از پسشون بر میمدیم اما تو خیابون که نمیشد کارشونو بسازیم. گوش کنین آقایون، من این همه بهتون پول دادم که این کارو تمام کنین. حالا که پیداش کردین چرا کلکشو نمیکنین؟ ولی حالا یه اما پیدا کرده. چه امایی آقا پسر؟ این که جناب علی به ما گفته بودی ما با یه دختر تنها طرفیم. اما حالا چی؟ یعنی میگی حالا چیکار باید کرد؟
سر کی سر شل کن بیاد، کار هر چی مشکل تر باشه خرج بیشتری هم داره. خیلی خوب، خیلی خوب. من که بهتون گفتم هر چی پول بخواید بهتون میدم. بفرمایید اینم باز پول، اگه بی سر و صدا کلکشو بکنین بازم بهتون میدم. اینقدر بهتون پول میدم که راضی راضی بشین. حالا ببینم چیکار میکنین. حالا شد یه چیزی، خاطر جمع باش تا 48 ساعت دیگه کارت تمومه. اوه من برم خرنادیده ها باستیش بی منو دور دیدین. بابا آخه کار داشتیم. آخه چی کار داشتی؟ میخواستیم بریم جنس تحویل بگیریم. آره آره بداره دار کن تا خوردت بکنه. نه آقا نکن این کارو. چی نکنه؟ با دامادش آدم این معامله را نمیدونه. دامادم؟ بابا باید بو کشه میشه. آب بو کشه. آب آب کشم میگه. میخوام بو کشنار باشه. برو کنار بابا آمه. چی قبله؟ بایا بوکو شده تو قاتلی؟ آب بوکو قاتل نمه؟ بلا سربان میکوشمه باز تا ببینم بول بیا چه خبره؟ نخواهی بیارسه یا این تو دفتر من؟ همش دفتر تو بود جریمه منم تو ناجنس باز بدی. بابا نزدیکی بود خفه بشم حسن آقا. اگه راست میگه چرا 10,000 تومن مهر رو قبول نمی کنی؟ من حاضرم 15,000 تومن مهر لیلا کنم. 10,000 تومن یه چیزی نیست. مرگ من راست میگی؟ آره تو بمیری 5,000 تومنم شیرباها به جای مادرزن میدم به تا. وای لیلا جان داماد عزیزم خیلی خوب به صندوق دستور میدم که این پولو به عنوان مساعده بهت بدم. برو خدا رو شکر کن که امروز خوشحالم با ایلا. خیلی ممنونم خدا عوضتون. برو دیگه به کارت برس. برو با اجازه. آه سلام امیرخان. سلام. چرا اینجایی؟ چیزی نیست یه خورده حوصله ندارم. حوصله نداری؟ ببینم چی کم و کس داری؟ هیچی فقط نمیدونم چرا دلم گرفته. آخه برای چی؟ پول میخوای؟ نه بابا کاش همه ناراحتی‌ها با پول حل میشد. پس چی؟ هر گرفتاری داری به من بگو. مگه ما با هم دوست نیستیم؟ چرا؟ ولی ناراحتی من چیزی نیست که شما بتونیم برطرف کنی. ببینم کسی رو دوست داری؟ تقریبا. خب این که فکر نداره. من اگه شده 1,000,000 خرج کنم. بهتون که گفتم طوریه که پول نمیتونه کاری انجام بده. پس چه مانعی بین شما وجود داره؟ هرچی هست به من بگو. بگو. اونی که من دوستش دارم شوهر داره. شوهر؟ ببینم نمیشه به شوهرش. آخه حرف اینجاست که شوهرش هم معلوم نیست کیه. اصلا نمیدونم کجاست. اینقدر خودتو ناراحت نکنم میخوام. من که بهت گفتم اگه شده جونم رو فدا کنم بالاخره تو رو به مقصودت میرسونم. احمد وای خدا جون. الو من خودم هستم. چه فرمایشی داری؟ ما همونی هستیم که باس باشه. کار تموم شده. اشمت الله خان. اشمت اون هنوز زنده است. ببینم کارو تموم کردی؟ نه بابا دور از جون شما اینقدر هم خر نیستیم که فرتی بکشیمش. الان اینجا مثل شاخ شمشاد نشسته. پس چرا کلکشو نکرد؟ گوش کن داش ممکن بود ما این کارو میکردیم بعدش تو میگفتی عوضی گرفتیم و یکی دیگر رو نفله کردیم. اون وقت یه چیزی هم طلبکار میشدی. بهتر نیست خود یا تکپا بیا اینجا ببینیش؟ بعد ضربه نیست کردنش راحته. خیلی خب همون جا هستین؟ باشه الان میام. ببخشید امیر خان یه اتفاقی برام افتاده همین الان باید برم. برای چی؟ مام باید میه. نه نه خواهش میکنم شما همینجا بمونید. من ممکنه برگردم. ببینم چه اتفاقی افتاده. انگار خیلی نگرانی. نه نه هیچ اتفاق مهمی نیفتاده. فقط یکی از رفقام گفته برم بهش سر بزنم. همین. گمون نمی کنم شما الانم خیلی ناراحتی. اگه پیش آمدی براتون شده به من بگین. بذارین ما هم همراهتون بیاییم. شاید احتیاج به کمک پیدا کنیم. اصلا نمیخوام بیاین. تو رو خدا حرف منو گوش کنین. یه کار خیلی کوچیکه که فقط خودم باید انجام بدم. نمیخوام شما همراهم بیاین. حشمت الله خان آخه. آخه نداره. خواهش میکنم امیر خان تو رو به نمکی که با هم خوردیم نیاین. بیشتر از این نظرین ناراحت بشم. خیلی خوب حالا که ناراحت میشیم ما نمیایم. به همون نمکی که با هم خوردیم قسم میخورم نمیایم. متشکرم. پس باید تعقیبش کنیم.
من قسم خوردم که همراهش نریم. آره همراهش نریم، دنبالش که میتونیم بریم. حتما یه اتفاقی براش افتاده که اینقدر ناراحته. بیبریم کمکش کنیم پسر. آخه من قسم خوردم. قسم خوردی که همراهش نری، ولی دنبالش که میتونی بری. تو این دست رو دادی؟ تو پس فطرت نامرد. آره حالا با یه مش دوست هم دست شدی که منو سربنیز کنی. تو به اون غیرت هر کاری بگی برمیاد. مگه نه اینکه با خواهرم برای پولش ازدواج کردی و برای همین پول میخواستی به من یعنی خواهرزن تجاوز کنی و حتی منو بکشی. حالا که این شکار به چنگت افتاده خودتو راحت کن، بگو منو نابود کنم. خیلی حرف میزنی دختر. آره یا نه؟ بگو آره، بگو آره، لعنتی بگو آره. آره صداشو خفه کنید. دست نگه دارین. هیچ معلومه اینجا چه خبره؟ بح بح بفرمایید تو. این دفعه با پای خودتون پیشواز مرگ اومدی. ببینم تو انقدر نامرد بودی و ما نمیدونستیم. اگه بخوای ارسشونو میکشیم. یالا تصمیم بگیر، فقط خرجت یه خورده زیاد میشه. اون برای اینطور نامردی ها از خرج کردن دریغی نداره. بگو بکشن. چرا معطلی؟ راست میگه، چرا لال شدی حرف بزن. تو انقدر پس فطرتی که اگه جیگرتو از حلقومت بکشم بیرون سزاواری. اما حیف که باید نون و نمک خوردم. نمیخوام به رود دست بلند کنم. تا زوده گورتو از اینجا گم کن. زود باش یه چیزی بگو، هر سهشونو بکشیم یا نه. چرا خوشکت زده بدبخت؟ با یه کلمه از شر هر سهشون راحت میشی، ما هم به یه نوایی میرسی. جون بکن، حرف بزن، هر کاری میخواییم بکنین. پس تو؟ روزی کم کن کچه. خواب بات میکنم. خوب بازی بازشه. کجا رفت؟ نکنه یه بلایی سر خودش بیاره. ممکنه. این گفت من دیگه لایق این زندگی نیستم. باید رفت دنبالش. من با یکی از این ماشینا میرم. اه اه.
بابا یکم تونتر. اگه بگه اون شب من چی بهش گفتم، بگه چی به روزش رو بردم. خدایا کمکم کمکم. بذار بمیرم، من دیگه آدم نیستم، ارزش زندگی کردن رو ندارم، من از یه حیوانم پسته. ولی خودکشی که آبروی رفته رو بر نمیگردونه. امیر، امیر، به خدا من لایق مرگم، کسی که بهترین دوست خودشو بخواد بکشه. همین ناراحتی تو نشون میده که میتونی یه انسان واقعی باشی. اونا هاشم یعنی تو منو میبخشی؟ اونا منو میبخشن اگه خطاهاتو جبران بکنی. خب چرا از اول به من نگفتی مرد حسابی؟ من که با ازدواج فرشت و امیر مخالفت نمیکردم. خب کارگر باشه، عشق این حرفا سرش نمیشه. من از خدا میخوام اونا با هم عروسی کنن. تو بی خود این همه ناراحت شدی دیوونه. یعنی تو چیزی بهش نگفتی؟ پس تو؟ البته خودم براشون عروسی میگیرم. از این به بعد امیر جز خانواده خودمون میشه. منو میبخشی؟ خیلی ممنونم، خدا کنه با امیر خوشبخت بشی. نفهمیدن چی شو؟ صبر کنین، صبر کنین، بی خود عروسی را اندازین. تا تکلیف من و لیلا معلوم نشه هیچ کس حق نداره عروسی کنه.